بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پیکر آیت الله سید علی شیرازی، فرزند مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی، صبح روز پنجشنبه دهم صفر برابر با 25 مرداد ماه در شهر مقدس نجف اشرف تشییع شد. مراسم تشییع پیکر این عالم ارجمند با حضور خیلی کثیر مؤمنان، علما، طلاب، نمایندگان مراجع اعظام تقلید و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی همراه بود. عصر روز سه‌شنبه نیز اقامه نماز مگید بر پیکر آیت الله سید علی شیرازی به امامت مرجع عالی قدر آیت الله العظما شیرازی صورت گرفت و پیکر ایشان به سمت حرم مطهر کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشییع شد. لازم به ذکر است که پیکر آیت الله سید علی شیرازی پس از تشییع در شهرهای مقدس قم، نجف اشرف و کربلای معلا عصر روز پنجشنبه در جوار حرم مطهر حضرت سید الشهدا در حوضه حضرت سید الشهدا علیه السلام در خیابان قبله حرم امام حسین علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد. رئیس جمهور تاتارستان در سفر خود به مالزی بر تقویت روابط بین مالزی و جمهوری تاتارستان به ویژه در اقتصاد جهانی صنعت حلال تاکید کرد. گفتنی است این نشست زمینه‌ای را برای هر دو طرف فراهم کرد تا در مورد همکاری‌های استراتژیک و کشف فرصت‌های جدید در صنعت حلال و همچنین مشارکت‌ها و ابتکارات بالقوه‌ای که می‌تواند روابط اقتصادی را تقویت کرده و دامنه محصولات و خدمات حلال را گسترش دهد فراهم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با سومین سالگرد سلطه طالبان بر افغانستان گزارش داده است که در 3 سال حضور طالبان 141 خبرنگار بازداشت شدند. این سازمان در این گزارش افزوده است که آنان سرکوب وحشیانه روزنامه نگاران را توسط رژیمی که تمایل به سرکوب همه انتقادها را دارد محکوم می کند. این سازمان حامی خبرنگاران افزوده است که طالبان خبرنگاران را مانند جنایتکاران به بهانه‌های واهی به زندان می‌اندازد.